سلام، من منستای آدامز هستم. ترجمه نگو، فارسی صحبت میکنم. یه پرونده جدید پیدا کردم که توی هرگزگاه نظر من رو به خودش جلب کرد. برای همین مجبور شدم فارسی یاد بگیرم. این پرونده خیلی برای من جالب بود. با یک دختری آشنا شدم توی هرگزگاه. البته آشنا شدم، باش صمیمی نشدم. من با کسی صمیمی نمیشم چون دوستان رو تنها باشم. تنهایی به هر چیزی ترجیح میدم. اجازه بدید شبم رو فوت بکنم. با این دختر کم و بیش صحبت کردم. شما چجوری فارسی صحبت میکنید؟ هم میگه صحبت کردن، هم میگه حرف زدن. به هر صورت من متوجه شدم که صوفی علاقه خاصی به ASMR داره. خیلی مشکوک میزنه. به هرگزگاه کسی طرف ASMR نمیره، مگه اینکه بخوای عضو انجمن مخوف باشی. البته این انجمن مخوف جایگاه خودشو داره. چند وقت پیش متوجه شدم که صوفی داشت به سمت جنگل میرفت، ولی چیزی که تعجب من رو به خودش جلب کرد داشتن کفش‌های مختلف صوفی بود. صوفی هر دفعه با کفش‌های مختلف میره جنگل. جالبه بدونید یک کفش سازه مختلف داره. من نمیدونم چرا صوفی کفش با سازه مختلف داره. چیز دیگه که تعجب منو برانگیخت فارسی یاد گرفتن صوفی بود. من ایتالیایی بلدم، فرانسه هم بلدم، از پدر مادرم یاد گرفتم، ولی فارسی تا حالا حرف نزده بودم. البته از نظر من و خانواده ونزدی، شما حتما باید هر زبانی که حرف میزنید بهش تسلط داشته باشید. غیر ممکنه و محاله. قبلا داشتم گوره یکی رو میکندم. البته لوازم قبل کندنم رو داداشم ازم چند تاشو کش رفته بود که من بعدا توی آب غرقش کردم، انتقامم گرفتم. ولی من قبلا قبره ایرانی هم کندم. باورت نمیشه، خیلی جالب بود، هیچیش نشده بود. چطور ممکنه؟ البته این قضیه مال خیلی سال پیشه، من سنم خیلی کم بود. الان دیگه علاقه ندارم به این کار، مگه اینکه یک پرونده نیمه باز باشه و یا باز. پرونده های بسته که دیگه بسته است. البته گاهی اوقات پرونده های بسته رو پیگیری میکنم اگه تینگ کنارم باشه. تینگ اخیرا خیلی سرش شلوغه. عمو فسترم اومده. فعلا در حال حاضر تینگ و عمو فستر دارن کمک من میکنن تا پرونده صوفی رو بتونیم حل فصل بکنیم. هرچند من بعید میدونم این پرونده به این زودی حل بشه. صوفی به چند تا چیز علاقه داره که تعجب منو برانگیخت. بهتون گفتم، یک، زبان فارسی، و دو، عاشق ASMR. چرا باید عاشق ASMR باشه؟ چرا باید ASMR ببینه؟ راستشو بخواین من اصلا نمیدونم خودم چرا الان دارم اینطوری صحبت میکنم. این پرونده خیلی پیچیده تر از اون چیزیه که فکرشو میکردم. هرگز گاه جای هرکسی نیست. شما خودتون اینو خوب میدونید. بگم شما یا بگم تو، نمیدونم چرا توی زبان فارسی شما میگی شما و یا تو. در صورت من یاد گرفتم و بهش تسلط دارم. در صورت ASMR چیزی هستش که صوفی هم بهش علاقه داره. البته من هم چایی اندرو بهش علاقه نمیشم، ولی برام اصلا مهم نیست. چیزی که الان دارم لازم برای من خیلی مهمه حل کردن این پرونده است. چرا صوفی باید ASMR ببینه و چرا باید فارسی حرف بزنه؟ در واقع زبان اصلش انگلیسیه، ولی داره فارسی یاد میگیره. صوفی رفتارهای عجیبی از خودش گزارش میده. در واقع گزارش نمیده، لو میده. وقتی صحبت میکنه تو احساس میکنه یه نفر دیگه داره کنترلش میکنه. صوفی خیلی از کلمات رو نمیدونه، حتی به انگلیسی، حتی به فارسی. خیلی مشکوکه. هر دفعه کاراکترش عوض میشه. قبلا توی یکی از پرونده های روانشناختی و روانشناسی داشتم افرادی که 9 تا شخصیت دارن، در واقع بایپولار و یا 2 قطبی ها، ولی من فکر نمی کنم صوفی یکی از اونا باشه. صوفی قبلا یکی از کتاب های هرگزگاه رو کش رفته بود.
تراپیستم صحبت کردم. ویژگی های شخصیتی سوپی رو برای تراپیستم توضیح دادم. مشکل اینجاست. ما هنوز نمیدونیم سوفی کی هستش، چی کار میکنه و برای چی به نرگسگاه اومده، برای چی ASMR میبینه. البته شاید براتون جالب باشه، پرونده اصلی پدر و مادرم که مال حدودا 20 سال پیش بود، وقتی که بازگردم متوجه شدم یک اشارهی به پدر و مادر سوفی شده، ولی چیز خاصی ننوشته بود، فقط اسم پدر و مادر ذکر شده بود، اما چیزی از سوفی ننوشته بود. در واقع نوشته بود آقای دانیال و خانم کاترین مک‌گورگی. فامیل سوفی هم مک‌گورگی هستش. سوفی یعنی چی میتونه باشه؟ تک و عمو فستر به من گفتن زیاد داخل این قضیه نرو، این پرونده در واقع، اما کنجکاوی من نمیذاره. من مطمئنم پرونده هایی که به دست من بدن خیلی راحت تر و بهتر از کارگاه منطقه میتونم حلشون کنم اگه کسی تو کارهای من دخالت نکنه. در صورت حرفای مادرم خیلی روی من تأثیر گذاشت. البته چیزی روی من تأثیر نمیذاره، اینکه مادرم یک کبوتره و من یه زاغ، و زاغا میتونن روابط ماورایی ایجاد بکنن. برای همین شم رو انتخاب کردم. یکی از روش های ASMR رو میدونم، بهش میگن ASMR تپینگ. علاقه من میشم، فضای خیلی آرامش بخشی داره. البته منو
ولی من حداقل 25 تا از اینا نیاز دارم. یه دونه کافی نیست. نمیتونم اون انرژی اصل کاری رو دریافت بکنم. همیشه فکر میکردم گودی میتونست با یه دونه شمم ارتباط اصل رو برقرار بکنه. مادرم به من گفته بود که اونم یه ساق بود. ولی قبلا به من هشدار داده بود که چه انرژی قوی داشته. در واقع من احساس میکنم گاهی اوقات ویژنوهایی که میگیرم عجیب هستن. البته از نظر من چیزی عجیب وجود نداره. من قبلا در مورد مثلث برمودا زیاد میخوندم. عجیب تر از مثلث برمودا امکان نداره. شما به نظرتون این پرونده حل شدنیه؟ من هنوز خیلی شک دارم. صوفی رفتارهاش واقعا غیر عادیه. اصلا برای مهم نیست چند تا شخصیت داره. برای اینکه من با از اون بدترشم سرکار داشتم. پرونده های زیادی داشتم. آدم های روانی. آدم هایی که هر شب باید شکم هر کسی رو پاره می کردن. ولی صوفی اینطور نیست. صوفی یک کرکتر دوست داشتنی ولی در این حال مشکوکی داره. باید با بچه های انجمن مخوف در مورد این قضیه صحبت بکنم. ببینم چطوری میتونن حل و فصلش بکنن. امیدوارم که توی این قضیه گودی بتونه بهم کمک بکنه. فکر میکنم همو فستر و تینگ برگشتن. میتونی لطفا نظرتو بهم بگی؟ البته من نیاز به نظر کسی نگر. دوست داری و دلت میخواد آخر این ماجرا رو بفهمی و بفهمی چه اتفاقی سر صوفی قراره بیاد. قسمت دوم رو هم از دست نده و ببین. مطمئنم که همو فستر و تینگ دیگه رسیدن. من باید برم. فعلا خدا نگهدار. نمیدونم واقعا نفر تجربه ASMR